بزرگان اقوام هزاره و شیعه ولایت هرات برای در میان گذاشتن چالش ها و نیازمندی های خود با حکومت امارت اسلامی روز گذشته شورای عالی جامعه هزاره و شیعه را ایجاد کردند. مسئولان این شورا از حاکمیت میخواهند تا نگاه برابر و تعامل سازنده با توام اقوام داشته باشند. از سوی هم برخی از مقامات محلی هرات میگویند اداره محلی این ولایت حامی این قشر بوده و برای رفع چالش ها و نیازمندی های آنان تلاش خواهند کرد. و خوب عمل کرده، خوبتر از گذشته عمل. اقوام هزاره و شیعه ولایت هرات به منظور منسجم کردن این اقشار، تحکیم رابطه ملت با دولت و حل چالش ها نیازمندی های خود با حکومت امارت اسلامی، شورای عالی جامعه مردمی شیعه و هزاره را تأسیس کردند. مسئول این شورا میگوید حکومت باید نگاه مساویانه با شهروندان افغانستان داشته باشد و با توجه به حملات اخیر گروه داعش بر مراکز دینی و مکاتب اقوام هزاره و شیعه در کشور، امنیت کامل این مراکز را تأمین کند. جامعه تشیع از آدرس واحد، از آدرس مقتدر، خواسته های بر حق خود را از حکومت امارت اسلامی بخواهند و همچنین مشکلاتی که وجود دارند از آدرس حل شوند. در کنار این که اتحاد و انسجام مردم ما، جامعه تشیع با سایر پیروان مذاهب و سایر اقوام ساکن در ولایت هرات مطرح است، در کنار آن بحث تنظیم امور اجتماعی و حل مشکلات کلان جامعه تشیع و جامعه هزاره مطرح است. از سوی هم مسئولان محلی هرات ضمن اعلام حمایت از این شورا میگویند تمامی موضوعات چون تعصبات قومی، زبانی و نژادی از سوی مقامهای بلندپایه امارت اسلامی مردود اعلام شده و بر وحدت یکپارچگی میان همه اقوام و مذاهب تاکید شده است. آنان تاکید دارند اداره محلی هرات با تمام توان برای رفع چالش ها و نیازهای جامعه هزاره و شیعه تلاش میکنند. همیشه مشکلات برادران اهل تشیع و اقوام هزارگی در مقام ولایت در اولویت کاری قرار داشته و دوستانی که به خاطر رفع مشکلات در آنجا حضور پیدا کردن که فعلا نشسته هستند و من میبینم و اونها رو میبینم و شاهدم و خدا هم شاهد است که مشکلات آنها به صورت ویژه رسیدگی شده. بیاییم که یک فرچه شویم، بیاییم که متفق شویم، بیاییم که متحد شویم، بیاییم که دستای خارجه را قطع کنیم که در به یک بانه به یک بانه بیاید کشور ما و شما را یک بانه دایش میاره در بین ما و شما را جامعه گرهیشگاه ما و شما را متفرق میکنند. با این همه برخی از اعضای این شورا میگویند در شرایط کنونی نیاز است که شوراهایی به هدف اتحاد و یکپارچگی میان شهروندان و اقوام کشور ایجاد گردد تا در مقابل دسیسه نفاق افغانان و گروه های مانند داعش که برای تفرقه افغانی دست به کشتار مردم بیگناه میزنند ایستادگی شود. قطعا هر نهادی که از متن اجتماع برخواسته باشد و تشکلی که پشتوانه اجتماعی را داشته باشه و در محوریت دین حرکت بکنه، بر اساسات دین مشکلات و چالش های اجتماعی را بررسی نموده و در صدد حل اونها قطعا راهکارها در اون تشکل و در اون نهاد نهفته خواهد بود و در جهت زد بودن چالش های اجتماعی، ناهنجاری های موجود در یک اجتماع میتونه نقش اساسی داشته باشه. گرچه به بهانه های مختلف وارد شدن، یکی را شیعه، یکی را سنی، یکی را هزاره، یکی را ازبک، یکی را پشتون، یکی را تاجیک، که تا بین این ملت تفرقه ایجاد بکنن، آب رو گیلالود بکنن، به نفع خودشون ماهی بگیرن، اما خوشبختانه نتوانستن این ملت رو از همدیگه جدا کنن. گفتنی است که در سالهای گذشته با وجود تلاش‌های جامعه هزاره و تشیع برای آبادی افغانستان، اما مسئولان ارشد حکومت قبلی توجه به این اقوام نداشته و مشکلات زیادی دامنگیر این قوم بود، در حالی که مسئولان حکومت امارت اسلامی تاکید دارند که بدور از هر گونه تعصب برای حمایت از اقوام مختلف تلاش کرده و نیازمندی‌های آنها را رفع کنند.